دو بیتی که از قالب‌های ریشه‌دار زبان فارسی هست، شعر فارسی هست، قبلا به عنوان پهلویات شناخته می‌شده و گاهی هم به عنوان ترانه ازش یاد شده. از دوره ساسانی ما این دو بیتی‌ها و پهلویات رو داشتیم. مشهورترین وزن دو بیتی بحر هزج مسدس مخصور هست که مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل هست. یه جاهایی هم بحر هزج کامل یاد شده مثل مفاعیلون 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 و به نوعی دارای چهار لخت یا چهار مصرع هست. دو بیتی با رباعی تفاوتی که داره در وزن هست و رباعی شامل وزن لا حول ولا قوة الا بالله هست که ده نوع وزن افاعیلی میتونیم برابر با لا حول ولا قوة الا بالله ذکر کنیم، از جمله مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعل. از معروف‌ترین دو بیتی ها دو بیتی های باب طاهر همدانی است که بر وزن هزج مسدس مقصور بیشتر بنا شده. همچنین دو بیتی به آوازهایی در منطقه دشتستان در استان فارس اطلاق میشه که در قالب گوشه‌های بیدگانی یا حاجیانی و دشتی و دشتستانی خوانده میشه. صاحب قابوس‌نامه دو بیتی رو مرکب از دو بیت میدونه که رباعی نباشد. از پهلویات مشهوری که در سده 7 و 8 هجری شمسی وجود داره، از پهلویات شیخ صفی‌الدین اردبیلی به زبان اردبیلی. در دوره ساسانیان به دو بیتی ترانک هم اطلاق شده. شمس قیس در المعجم بعد از شرح قول و غزل میاره که اهل دانش ملحونات این وزن را ترانه نام کردند و شعر مجرد آن را دو بیتی خوانند و متوجه میشیم که اهمیت بیشتر لحن بر وزن در دو بیتی مشهوده و اون را هم ردیف ترانه هم خواندند. گاهی بیش از دو بیت هم ممکنه دو بیتی وجود داشته باشه، مثل بعضی از اشعار سعدی که به قول خود سعدی این دو بیتی است و به اون اطلاق دو بیتی داده و البته در برخی از شعرها از رباب و خواندن و موسیقی هم ذکری به میان اومده که به مفهوم این هست که احتمالاً این دو بیتی ها به فرمی گفته می شده که همراه با ساز و آواز اجرا می شده و این شعر سعدی هم بر وزن بحر متقارب هست. اما دو بیتی در موسیقی به مناسبت نوع شعر ممکنه کمی متفاوت جلوه کنه در ردیف موسیقی ایرانی و در اصفهان ابو عطا شور مخالف چهارگاه و مخالف سه‌گاه در ردیف های مختلف دیده شده و به نظر بنده یک فرم میتونه به حساب بیاد، مثل فرم خسروانی یا فرم کرشمه. دو بیتی هم میتونه یک فرم داشته باشه که وزن اصلی اون مفاعیلون 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 یا مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل باشه. این واژه دو بیتی در موسیقی در قدیم وجود نداشته و معاصرین از اون استفاده کردن و به خاطر همون شاید وزن دو بیتی که در موسیقی به کار رفته. طبیعتاً دو بیتی دارای چهار جمله هست مثل چهار لخت شعر و در شور معمولاً از تونیک شور شروع میشه، یک پله یک پله میاد عقب و روی نوت سوم شور ایست میکنه. از تونیک شور شروع میشه و یک پله یک پله میاد عقب. مثلا در ردیف میرزا عبدالله که در شور صلح هستیم از نوت صلح شروع میشه. و روی درجه سوم شور ایست میکنه. دو بیتی نام یکی از 72 آهنگی است که عاشق ها برای ساز ساختند و بر اساس روحیات و احوالات قهرمانانی است که در اشعارشون استفاده میشه و دو بیتی خواندن به معنی تغنی کردن یا آوازخوانی به کار میره در موسیقی ایرانی. همچنین واژه‌ای به نام دو بیتی ماوراءالنهر وجود داره که بیشتر به سرودهای جنگی
و رزمی اطلاق می شده و در آداب خونیاگری می خونیم که و اگر قوم سپاهیان و عیاران باشند دو بیتی های ماوراءالنهر گویید.